گزیده ای از گزارشات و خبرهای کارگری در این هفته. با درود خدمت شما عزیزان بیننده و شنوندگان همیشگی برنامه‌های رادیو پیام کانادا. این هفته هم در خدمت شما هستیم جهت تقدیم اخبار و گزارشات کارگری شنبه 15 الی جمعه 21 شهریور ماه 99. لطفاً تا انتهای برنامه ما را همراهی کنید. قبل از تهیه این برنامه خبر وحشتناک اعدام نوید افکاری صبح امروز در زندان عادل‌آباد شیراز را دریافت کردیم. دستگاه قضایی برای اجرای حکم آنقدر عجله داشتند که نوید را حتی از آخرین دیدار با خانواده‌اش محروم کردند. این جنایت و قتل آشکار جامعه جهانی را در بهت فرو برد. ضمن تسلیت و همدردی با خانواده افکاری این جنایت را به شدت محکوم می نماییم. جمهوری اسلامی تنها شایسته سرنگونی است. سرخط اخبار. تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کمپرسورسازی تبریز نسبت به اخراج سلیقه‌ای کارگران، اخذ سفته، انعقاد قرارداد سفید و عدم پرداخت 2 ماه حقوق برای دفاع از امنیت شغلی، ادامه اعتراضات کارگران شهرداری آبادان نسبت به عدم پرداخت ماه‌ها حقوق، حق بیمه و مطالبات دیگر و بی‌تفاوتی مسئولان زیر ربط، تجمع اعتراضی اهالی روستای حسین آباد جنگل نیشابور نسبت به کمابی و برای لغو قرارداد اجاری چاه آب از طرف آستان قدس رضوی، پایان اعتصاب و تجمع کارگران شرکت پارس سویچ زنجان پس از 3 روز در پی دستیابی به بخشی از مطالباتشان، کارگران غیر نیشکری اخراجی هفت تپه با ادامه تجمع در مقابل فرمانداری شوشخواهان بازگشت به کار و تبدیل وضعیت شدند، بلند شدن صدای اعتراض کارگران کارخانه های ارومیه نسبت به لگدمال شدن حقوقشان توسط کارفرمایان علارغم شاخ و شانه کشیدنشان و انفعال مصلحتی مسئولان زیر ربط، تجمع اعتراضی والدین و دانش آموزان روستای سرچاه نیشابور در بخش مرکزی و دهستان بینالود برای اعتراض به عدم تشکیل کلاس های درس و بلا تکلیفی تحصیلی دانش آموزان در مقابل آموزش و پرورش شهرستان نیشابور، اعتصاب و تجمع کارگران شرکت آب و فاضلاب آبادان در اعتراض به عدم پرداخت ماه‌ها حقوق و حق بیمه در مقابل ساختمان اداری امور آبها، تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری لالی نسبت به عدم پرداخت 12 ماه حقوق، از سرگیری اعتصاب کارگران شهرداری کوت عبدالله در اعتراض به عدم پرداخت حقوق در سکوت رسانه‌ای، تجمع اعتراضی کارگران شهرداری سوسنگرد نسبت به عدم پرداخت 7 ماه حقوق و حق بیمه در مقابل فرمانداری شهرستان دشت آزادگان، اعتصاب و تجمع کارکنان دانشگاه چمران اهواز در اعتراض به کاهش حقوق و افزایش ساعت کار، ادامه اعتراضات معلمان نهضت سوادآموزی نسبت به بلا تکلیفی استخدامی با تجمع در مقابل مجلس، کنش های دامنه‌دار بیش از 900 کارگر اخراجی کارخانه برفاب نسبت به پایمالی حقوقشان توسط کارفرمایان زیر سایه بی‌تفاوتی مسئولین زیر ربط، عدم پرداخت 3 ماه حقوق کارگران شهرداری بناب، جعفر عظیم‌زاده با تشخیص پزشک زندان به داخل بند برگردانده شد. جعفر عظیم‌زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران که از روز 26 مرداد و به دنبال انتقال وحشیانه از زندان اوین به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر دست به اعتصاب قضا زده بود، ظهر دیروز 15 شهریور ماه
پس از 20 روز و انتقال به بند عمومی زندانیان سیاسی رجای شهر به اعتصاب قضا پایان داد. جعفر عظیم‌زاده پس از بیش از یک ساعت مذاکره و صحبتی که مسئولین زندان برای پایان اعتصاب ترتیب داده بودند در مورد قبول پایان اعتصاب اظهار داشت: من فقط در برابر خانواده و دوستانم و تمامی انسانهای شریفی که خواهان پایان اعتصابم شده اند با احترام سر تسلیم فرود می آورم و به اعتصاب پایان می دهم، اما حق خود می دانم که این اعتراض را به اشکال دیگری ادامه دهم. ادامه اعتراضات اهالی تنگ سرخ نسبت به عدم پرداخت مطالبات تملک اراضیشان برای ساختن سد تنگ سرخ و عدم گازرسانی با تجمع در مقابل استانداری بوی رحمت. تجمع اعتراضی اهالی دهستانهای روستاهای جاغانگرز در بخش ماهیدشت نسبت به نداشتن آب شرب در مقابل استانداری کرمانشاه. تجمع اعتراضی دامداران یزد نسبت به کمبود، گرانی و نحوه توزیع نهادهای دامی در مقابل استانداری. پذیرفته نشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی کشور شبها را در پارکهای پایتخت به سر می رسانند و روزها را در بهارستان تجمع می کنند. خاتمه این دوره از اعتراضات کارگزاران مخابرات روستایی کشور در تهران به دنبال وعده و وعیدها. زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی سه زندانی سیاسی کرد را روز 17 شهریور 97 در زندان رجای شهر کرج اعدام کردند. ما نمی بخشیم و فراموش نمی کنیم و بلندتر از همیشه می گوییم اعدام نکنید. تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی کشور نسبت به تبعیض در پرداخت حقوق و مطالبات در مقابل مجلس. اعتصاب و تجمع کارگران خدمات اجتماعی پتروشیمی بندر امام در اعتراض به انتقال اجباری به شرکت عملیات غیر صنعتی ماهشهر. اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری ماهشهر در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات در مقابل فرمانداری. اعتراض کارگران راهن شاهرود نسبت به لگدمال شدن حقوقشان توسط شرکت پیمانکاری. تجمع اعتراضی دوباره کارگران بازنشسته صنعت نفت کشور نسبت به روند تصویب شیوه نامه صندوق بازنشستگی و حضور غیر نفتی ها در این صندوق در مقابل وزارت نفت. ادامه اعتصاب و تجمع کارگران خدمات اجتماعی پتروشیمی بندر امام در اعتراض به انتقال اجباری به شرکت عملیات غیر صنعتی ماهشهر. ادامه اعتصاب و اعتراضات رانندگان سرویس های رفت و آمد کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر نسبت به عدم پرداخت مطالبات از طرف پیمانکاران. دومین روز اعتصاب کارگران کارخانه تراورس راهن اندیمشک در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مطالبات و شرایط بد کاری. تجمع اعتراضی آتش نشانان اصفهان نسبت به سطح نازل حقوق مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نشدن و عدم تبدیل وضعیت برای دومین بار در فصل تابستان. تجمع اعتراضی خریداران شهر خودرو ایرانیان فردا نسبت به عدم تحویل خودروهای پیش خرید شده مقابل ساختمان فدراسیون فوتبال. و برنامه این هفته را با اخبار مربوط به سوانح کارگری به پایان میبریم. مرگ و مصدومیت 5 کارگر معدن زغال سنگ هجدک کرمان در حادثه ریزش تونل شماره 2 و خفگی ناشی از انسداد مسیر خروجی معدن. جان باختن یک کارگر ساختمانی در آران و بیدگل بر اثر سقوط از ارتفاع. جان باختن یک کارگر جوان در ایلام بر اثر برق گرفتگی. جان باختن کارگر نوجوان تعمیرگاه خودروی هومه پاوه بر اثر خارج شدن ناگهانی جک. مسمومیت قضایی 28 کارگر شرکت اکتشافات نفت در منطقه مرموری. جان باختن یک کارگر اداره آب و فاضلاب شهرستان بانه در حادثه ریزش کانال.
جان باختن یک کارگر ساختمانی 21 ساله در صومعه سرا بر اثر برق گرفتگی، جان باختن کارگر برقکار در رشت بر اثر برق گرفتگی، زنده سوختن یک کارگر جوان کارخانه‌ای در شهرک صنعتی فولاد لنجان در کوره ذوب ریختگری و مصدومیت دو کارگر شرکت ملی حفاری ایران حین کار در دکل حفاری 56 فد در منطقه تنگ بیجار ایلام. عزیزان بیننده، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. تا دیداری مجدد، سلامت و تندرست باشید.